فعلا اینجا میمونه تا راست و دروغ حرفاش معلوم شه. شب شما بخیر حضرت اشرف. ارباب جراید این روزا خونشون حلاله. کاش بیشتر هم دیگر ببینیم. امروز عصر هر جور تونستی از اینجا بزن بیرون، بیا دفتر روزنامه. این نشونی منه، فقط جواهر نفهمه. منتظرتم. کی میخواست تو رو بکشه؟ سفر و فیل باش. گرفتن، تبعیدم کردن. وقتی برگشتن دیدم عشقم و صاحب شد. کارو تمام کن قفقازی، کارو تمام کن. ماما سهراب چی کار کردی؟ من باورم نمیشه. تا آخر عمرم بهت مدیونم سهراب. این ناخوشه، داره میمیره، احتیاج به دوا و درمون داره. جواهر هنوز منو به خاطر مرگ ماهگل سرزنش میکنه. بندازیدش بیرون، جنازش روی دستتون میمونه، براتون درد سر میشه. ببری در خونش ولش کنی. ستار خان خطر بزرگی برای ما شده، برای اهداف لوژ. باید تفنگچی رو روبروی فرمانده قرار. من تفنگم رو تحویل نمیدم. اینجا بلوایی شد آقا، ازتون میخوام کاری کنید دولت یک ساعت دست نگه داره. بازی خوردیم اجراس، نهایتا تا یک ساعت دیگه امارت رو میگیریم. فقط امیدوارم زودتر تسلیم بشی. مدیون؟ نه اینطور نیست، ما به تو مدیون هستیم. نینای عزیز، نینای تبریز. مراقبه اولگا باش. دوستش داشتم سهراب، دوستش داشتم. تیر به استخونش رسیده، اینجا نمیتونم برش بیارم، باید سریعتر ببریمش، جراحی لازم. سهراب ما خیانت کردن، خیانت کردن. خودی زد، خودی زد. درخواستی دارم، اسم این بچه اولگاست، به من سپرده شده، باید یه چند روز اینجا باشه. مادرش هم در قائله پارک عطابک با یه گلوله کشته شد. جراحی روی پاشون انجام شده ولی موفقیت آمیز نبوده، احتمال داره که پاشو قطع کنن. گلوله رو در آوردن ولی استخوان منهدم شد. تنها راه نجات ستارخان اینه که پاشو قطع کنین. دیگه حاضرم بمیرم اما روی پای خودم. جهانگیر چطور؟ سل گرفته. ایلکا منو چجوری پیدا کردی؟ بشین. اون چیه دسته؟ در این تو که هیچی نبودی، نه آدم خوبی بودی، نه عشق خوبی بودی. دیدار به قیامت. آرزو داشتم شما را نبینم، جبرم شما بد کردیم. اول با خودتان، بعد با مشروطه و بعد هم با ستار. سردار، دولت صلاح دونسته. سردار مشروطه نزدیکش باشه. من زندان خیانت دوستانم هست. شما بهتر میدونید که من شکست نمیخوردم الا به خیانت دوستانم. لیلی زنده است. میخوام ببینمش، ولو شده یه بار. من میارمش. با جناب اجلال مفصل صحبت کردم. ما که فعلا اینجا تحت نظر و زندانی هستیم، حق خروج از پایتخت هم نداریم. به این نتیجه رسیدیم که شما به اتفاق بقیه مجاهدین و در خدمت جناب اجلال برگردید به تبریز. نمیخوام بیشتر از این باعث زحمت شما بشم. من حال فردای خودمم نمیدونم. لقمان الدوله اصرار داره که پای منو قطع کنه. از شما چه پنهان میترسم، نه از قطع پا. این پای یک عمر رفیق من بوده، در جنگ و در حادثه، در خوشی و ناخوشی. روانیست که تنهاش بذارن. اگه قرار به مردنه، میخوام روی همین پاهام بمیرم. مرگ با عزت، مرگ با شرف. ستار از مرگ نمیترسه. اگه مرگ میخواد بیاد خیلی خوب، خوش اومد بیاد، اما میخوام با سربلندی روی همین پاهام بمیرم. به قلب ما نیش میزنین سردار. مرگ با سردار ملی هم صدا نیست. سردار ملی مرگ نداره،
زنده میمونه تا به نسل‌های آینده نوید صبوری و مقاومت و مجاهدت رو بده، زنده میمونه تا به آیندگان از احوالی که بر ما گذشت بگه، نام ستارخان تا دنیا دنیاست بر سر هر استبدادی کوبیده میشه. ستارخان سردار، هیچ کس نمیتونه شما رو مصادره کنه، هیچ کس. نام شما با نام ایران گره خورده. جناب اجلال الملک شرمندم میکنید، خودم رو که نگاه میکنم هیچی نیستم جز یک نوکر ملت، همین. خدا حفظت کنه مرد. این مجاهدین که همیشه پا در رکابت بودن مگه میشه تنهاد بذارن؟ چاره ای نیست، شما همه نزدیکان من هستید. هرچی تفنگچی که باقی مونده بردارید، برگردید به شهر و دیار خودتون، برید دوباره زندگی بکنید، داس بردارید و برید سر زمین های خودتون. سلام ستارم به خاک تبریز برسونید. جناب اجلال الملک، پسرم یاد الله امانت پیش شما، برسونیدش به دست مادرش فاطمه خانم. سلام منو به اون بانو برسونید، بگید ستارو حلال کن. سردار، همین که گفتم اینجا فقط آیلار و ابراهیم میمونن، بقیه خیر پیش. یا علی، یادالله جان بریم آمادت کنم. آیلار، میخوام خودم از زیر قرآن ردش کنم. چشم سردار. دردین جانما گلسین ستار گردر. یاشا گردر. از دیشب احوال جهانگیر خان بدتر شده. آقا سهرابم تا صبح چشم رو هم نذاشتن خانم. سهراب تو اتاق جهانگیره؟ بله خانم، بفرمایید. سلام. سلام. حالش چطوره؟ حالش که اصلا خوب نیست، بهش شربت خوابو بردادم که بخوابه، تو صبح همینجور خون بالا می آورد. دارم خواب میبینم،
پس تو زنده بودی؟ منو بگو چقدر قصه این نیمدنتون رو خوردم، چقدر بهتون بد و بیرا گفتم، نمیدونستم چی شده. دلارام هیچی نگی، هیچی نگی. من میگم شما فقط با سر جواب بدی. یه همسایه داشتی، یه روز رفت بدون رو درواسی، از جوون مرد محل واسه دخترش خواستگاری کرد، واسه همه خیلی غریب بود اون ماجرا، ولی الان درک میکنم احساس اون همسایه‌مونو. راستش هیچ وقت فکر نمی کردم خودم بخوام همچین کاری بکنم، ولی الان دلم میخواد بیرو در باسی بدون ترحم به هم بگین. آقا جهانگیر با من ازدواج میکنی؟ دختر من موندنی نیستم. چرا میخوای تو جوانیت پیبه بشی؟ گفتم بدون ترحم، یه روز زندگی برای شما برام غنیمته. چرا دختر؟ عمرت با من میسوزه. آقا بفرمایید چای. دست شما درد نکنه، قند نمیخوام. چشم خانم. جانم لیلی جان، بشه یه چیزی ازتون بخوام؟ بگو عزیزم. آقت خبر کنی همین امروز. عزیز مشرحیم، اینو بذار اینجا، برو آقت خبر کن. چشم آقا. جانم خانم لیلی، برای بار سوم آیا بنده وکیلم؟ یادته اولین باری که هم دیگر رو دیدیم توی همین اتاق مریض توی بستر بیماری خوابیده بودی، اومدم بالای سرت. از اون روز خیلی ساله که میگذره. خوب یادمه. وقتی از در داخل شدین برای من فقط طبیب نبودین، خود شفا بوده. اینو توی همون حال نزارم خوب فهمیدم. خیلی سال میگذره.
شد که اینطوری شد؟ جان صدات کردم بیا اینجا، چیزی رو برات تعریف کنم. مدت هاست میخوام بهت بگم ولی اتفاقات هی تأخیر میندازه. رازیه مربوط به زندگی تو. به زندگی من؟ حالا نمیخواد برم. خواهش میکنم صحبتمو قطع نکن، بذار تا نفس دارم برات تعریف کنم. فقط بشنو. وقتی حبس بودم با کسی آشنا شدم که حقیقت زندگی تو بود. سهراب، من پدر تو دیدم. پدرم؟ آره، باور کن. امکان نداره جهان جان، پدر من سالاس مرده عزیزم. پدرت زنده است. به خدا دنیا خیلی کوچیکه، کوچیکترم میشه وقتی از حقایق آگاه بشی. مثل قصه دو تا برادر، عبدالله و کاظم، یکیشون وزیر بوده یکیشون طبیب. هر دو برادر بدون اینکه از نیت هم آگاه بشن از یه دختر خوششون می اومده. برادر وزیر رو تبعید میکنن 3 سال. وقتی برمیگرده میبینه برادر طبیبش با همون دختری که دوست داشته ازدواج کرده و حالا صاحب یه پسر شده به نام سهراب. کمر به انتقام برادر طبیبش میبنده، براش پاپوش درست میکنه. اون برادر طبیب اصلا از قضیه خبردار نبوده، میفرستتش حبس یه جای دور افتاده خارج از تهران. اون برادر طبیب 30 سال توی قلعه بود بدور از اجتماع، از زنش دیگه خبردار نبود، فقط مدام اسم پسرشو می آورد. من پسرشو خوب می شناختم، آخه سهرابش رفیق عزیز من بود. سهراب جان، جان من جان، من پدر تو برات پیدا کردم. از کجا میدونی اون پدر منه؟ چند تا میرزای حکیم توی این شهر هست که هم طبیب باشه هم وزیر کابینه اتابک توی عهد ناصری. برگه های اون دوره رو نگاه کن، چند تا وزیر تبعید شده، فقط یه نفر. اینو خوب میدونم به خاطر اینکه پدر من رفیع الملک باعث تبعیدش شد. اون کسی که به تو تمامت یاد داده قیمت بوده، در اصل عموی تو بوده نه پدرت، میرزا کاظمه نه عبدالله. این شیطان هم اسم پدرتو دزدید، هم شغلشو. با این کارش به خیال خودش از پدر بیچارت انتقام گرفت. عمر پدرت توی اون زندان سوخت. خیالم راحت شد، پیغام پدرتو بهت رسوندم. Ah.
جنرال صاحب. چی شده سهراب؟ صبح به این زودی؟ هرچند منم معمولا بعد از اذان صبح دیگه خوابم نمیبره و میام اینجا کارای عقب موندن انجام میدم، ولی تو چرا سرگردونی من نمیدونم. حق داری البته، وضع حال ستارخان همه ی ما رو به هم ریخته، به خصوص که لجبازی میکنه نمیذاره پاشم قطع کنم. اومدی پی دارو برای جهانگیر؟ راجو آماده میکنه، موقع رفتن میبری با خودت. با اجازه. این چه اومدنی بود؟ به این صورت میخوای بری؟ صبر کن داروهات آماده بشه. مریض دارم. حالت خوبه سهراب؟ یه سوال. پدر من واقعا مرده؟ البته که نه، اون زنده است، تو قلب تو. با اجازه. قصه عجیبیه، نیت خیر راوی رو نمیشه باور کرد. کی بود؟ برادر همسر سابقت بود؟ بله، جهانگیر برادر همسر سابقم. از طرفی شواهد نشون میده که واقعیه. بهش اعتماد داری؟ بله، به صحت حرفای جهانگیر اعتماد دارم. اما میرزای حکیم مثل پدرمه، اگه جهانگیر راست گفته باشه یعنی میرزا اون جنایاتو انجام داده باشه، اون وقت خودم میکشمش. دیکم عقلی نکن، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی عاقلانه رفتار کن. ما که قاتل نیستیم که، مملکت قانون داره. این مملکت اگه قانون داشت با سردار ملیش این کارو نمی کرد. حرف بزنی مثل جهانگیر میندازنه توی هلفدونی. سهراب، اگه من سکوت کردم و هیچی نمیگم به خاطر قانونه که باعث حفظ آرامش و امنیت مردم میشه. اگه قرار باشه هر کس قانون خودشو بره، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. بودن من در اینجا نتیجه همین هرج و مرجه. تا زمانی که ما اینجا هستیم رو منم مثل برادرت حساب کن. ممنونم. Thank you.
آقا بزار. خیر باشه، الان اومدید. جواهر خانم، جواهر جان، با این حال خراب من بهتره که با هم کمی حرف بزنیم. شما حرف بزنید، حرف میزنیم. چطوری بگم؟ جهانگیر وقتی که توی حبس بوده با مردی برخورد میکنه که مدعی پدرم، اون مرد 30 سالی که در حبسه توسط پاپوشی که برادر بیرحمش براش دوخته. اون مرد محبوس طبیبه، طبیبی که با دختری ازدواج کرد و اون دختر شد مادرم. اسم اون طبیب میرزا عبدالله حکیمه، اسم میرزای ما هم میرزا عبدالله حکیمه، وزیر، وزیر مغصوب. جواهر تو به من بگو، مگه میتونیم دوتا میرزا عبدالله حکیم داشته باشیم؟ میرزا از دوران وزارتش برام گفته بود، عهد ناصری، وزارتی که به پدرم رسید، وزارت تجارت، از قصب ناصر دین شاه گفته بود. پدرم هم میگفت، یک بار پدرم گفت اسم اصلی میرزا کاظمه، از وقتی که تصمیم گرفت به سیاست رجعت نکنه تغییر نام داد به عبدالله. دقیقا اسم اونم کاظمه. من نمیدونستم جواهر، تو چرا به من نگفتی؟ شما هیچ وقت نبودید که من بگم. پیش خودمم مهم تلقیش نمی کردم. یک وزیر مغصوب، یک رجل سیاسی مغصوب و شکست خورده که بعد از دوران غضب تصمیم گرفته آرام زندگی کنه، تبابت میکنه، تغییر نام داده از کاظم به عبدالله. فکر نمی کردم مهم باشه، پیش خودم مهم تلقیش نمی کردم. اما میرزا کاظم با سهراب کشون شد میرزا عبدالله. باورم نمیشه. منم باورم نمیشد، اما همه نشونی‌ها درسته. پدر من میرزا عبدالله حکیمه، پدر من زنده است، 30 سال توی حبس از زمانی که من 5 سالم بود. یعنی میرزا خیانت کرده؟ میرزا جنایت کرده. میرزا هویت منو نابود کرد. معلوم نیست چی به سر مادر من اومده. مادر منو سر به نیست کرده. این عموی به ظاهر محترم نخواسته حتی هیچ اثری از جرمش باقی بمونه. آخه مگه میرزا چه قدرتی میتونه داشته باشه؟ سهراب یه وزیر مغصوب چه قدرتی میتونه داشته باشه؟ خدای من. سوال اینجاست که چرا این عموی محترم قدرتش فراتر از یک وزیر مغلوب معزوله؟ چرا هنوز رجال باهاش رفت آمد دارن؟ چرا هنوز ازش نسخه میگیرن؟ چرا؟ سهراب جان، میخوای چی کار کنی؟
خبرهای واصله حاکی از اینه که تبریز شلوغ شده. تلگراف ها حمله روس ها رو تایید کردن. مخبر السلطنه نتونست مقاومت کنه. متاسفم. من قبلا هم گفته بودم با انتخاب ایشون به عنوان حاکم موافق نیستم. منم خبرهای خوبی برای آقایون ندارم. گویا در جریان حمله شخص سقط الاسلام و عده‌ای از سران مجاهدین دستگیر شدند. این خبر میتونه آتش تندی به جون سردار بندازه و اسباب درد سر بشه. باید یه فکری بکنی. باید ستار خان رو بیشتر تحت نظر بگیرید. تبریز نباید به دست روسا میافتاد. ما شاید بهتر بود ستار خان و باقر خان رو به تهران نمیآوردیم. قوای روس از اونا حساب میبردن. منم معتقدم که با ستار خان نباید این رفتار بشد. اگه تبریز میموند شاید الان اوضاع بهتری داشتیم. آقایون، روسا از مدت ها پیش نقشه حمله به تبریز رو داشتن. آقایون، من امروز باید جلسه رو زودتر ترک کنم. احوال نایب السلطنه عضدالملک خوب نیست. اطلاع دادن که وخیمه. من باید حضور داشته باشم. آقایون، به نایب السلطنه جدید فکر کردی؟ بله، ناصرالملک همدانی. حتی بهشون تلگراف زدیم که هرچه زودتر به تهران بیان که ایشون فلحال در فرانسه به سر میبرن. پذیرفتن؟ با اصرار بنده و با اکراه، بله. سالها بود دیگه اسمتو نمیشنیدم. داشت یادم میرفت تو اینجایی. منم مثل همه داشت باورم میشد مردی. چی شده؟ بعد این همه سال اومدی به دیدن برادرت؟ حتما فهمیدی سهراب و سرنوشتش چی شد. پسرت اومد پیشم، سوالای عجیبی پرسید. با داشتم پرسجو کنن بهم گفتن که مهمون آشنا داشتی اینجا، جهانگیر. اگه میدونستم جهانگیر قرار همسلولی تو بشه و میداشتم تو همون نظمیه خلاصش کنم. عیبش بود، خرابش کرد، داره میمیره. هرچند دیگه مرده و زندهش توفیری نمی کنه. پسر زد همه چی خراب کرد. اینه پدر احمقش کل شقه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم چرخ بازیگر همچین به چرخه که یه روزی جهانگی کنار تو قرار. دعا کن همه چی ختم به خیر بشه. میل ندارم خون دیگه ای ریخته بشه. روزگار است آنکه گه عزت دهد تا
گهخوار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. اینطوری هم نیست. شاید یه روزی چرخ بازیگر خاص عزت نصیب تو بشه. این مملکت همه چیش بازیچه است. همه برا هم بازی میکنن. کلید آزادی تو شیشه عمر منه. سلام، شاد اومد. ببین برای چی آوردم. دواست، بخوری شفاست. جان چی؟ چی شد؟ جهانگیر جان، جهانگیر جواد خانم، مشرحیم، بیم اینجا. چی شده لیلی جان؟ جهانگیر جان، مشرحیم، جهانگیر جان، منو نگاه کن. جهانگیر منو نگاه کن، ببینم. جهانگیر، جهانگیر جان، نمیدونم. جهانگیر خان، یا عمل فرس، آقا جان، یا عمل فرس، دست کنم، چرا پیداش میکنم؟ الان نه، الان نه، خب، جهانگیر، تو رو خوده، تو رو خوده، تو رو جهان، این کار رو جهان. لیلی جان، جان لیلی، باختی زن من شدی. تو خود جان لیلی، هیچی نگو، الان سهراب میرسه دیگه. دیگه از نوشداروی سهرابم کاری بر نمیاد. فقط خوشحالم اونقدی زنده موندم که دوباره ببینمت. لیلی جان، تو از جان این مرد ساختی، من بهت مدیونم. جهانگیر جان، جواهر جان، جان خواهر، به خدا سهراب هنوز دوست داره. دل به دلش بده. جهانگیر جان، به شکست اگر دل من، به فدای چشم مستت. سر خوبه بیست سلامت بشه کس اگه سبا دیر فهمیدم که برادر دارم.
انگار یه اون یه دیوار بلند بین ما کشیده بودم. خیلی چیزا خیلی وقتا تو زندگی من عادلانه نبوده، خیلی چیزا، ولی این یکی درد داره، درد داره. چرا باید مهر یکی درست قبل رفتنش بیفته به دل آدم؟ سرنوشت جهانگیر جز مقدرات بود.